بده. سرخط خبرها. سلام، من مارال هستم و خوش اومدیم به یک برنامه دیگه در کنار من و علی جان. امروز قراره ببینیم مارال جان چند درصد از این مغزشو استفاده میکنه، اصلا استفاده ای از مغز دارد یا ندارد. بنده از 100% مغزم تا به امروز 100%شو استفاده کردم. فکر کرده لوسیه، فکر کرده فیلم لوسیه. بنده لوسی نیستم، مارال هستم. فکر میکنی لوسی هستی، ولی الان با سوالهای جنجالی و آتشینی که من روبروی شما قرار میدم عمرن بفهمی. شما از من جوابشو سوال بپرس. بنده اگه نتونستم یا چی بنده میکنم، یه استایل زدم کلا حرف زدنم هم عوض شده. کلا حرف زدنم الو. تو که داری کامل حرف میده بچه، الو یا اونجوری میکنی؟ میدونی فارسی این بعضی وقتا تموم میشه. یک سری سوال عجیب غریب هست. خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. تو باید بتونی اونا رو جواب بدی. اگر نتونی جواب بدی مجازات داره. چه مجازاتی؟ حالا مجازات چیه؟ ما اینجا کمپوت چیزهای دریایی داریم، یعنی هشپا داخلشه، میگو داخلشه، همانند ویدیویی که میبینید، صدف داخلشه، همه چی از این غذاهای دریایی، از این چیز میذاری دریایی داخل این هست. کمپوت دریا. از آخرین باری که هشپا خوردم حالم از هشپا خوردم. هشپا درست کردیم و مارال جان خیلی علاقه مند بود به این داستان، من رفتم این رو تهیه کردم به عنوان مجازات. بنده با اون هشپا رو نمیخورم، بقیه چیزاش رو میخورم، هشپا رو نمیخورم. همه رو میخوری؟ نه. همه رو میخوری؟ نه. میریم بر سوال اول. سوال هایی که اینجا شما مشاهده میکنید سخت‌ترین معماهای جهان ماره. بفرمایید علی جان، اولین سوال جوابشو داری؟ بله شما، من جوابشو دارم، شما خیالت راحت. ببین 21 سواله. حالا ما بابا کلا 5 6 تاشو بپرس. کلا ما 10 5 6 که چی 10. آ یه چیزی هم بگم آ. جان. بعد چون سوالو خیلی سخته، مثلا تو 3 تا راهنمایی هم داری. راهنمایی هم دارم. 3 تا هینت هم. 3 تا بزن بنویسم 3 تا هینت. سوال اول شما جواب بده. چه چیزی همیشه می آید ولی هرگز نمی رسد؟ چه چیزی همیشه می آید ولی هرگز نمی رسد؟ هرگز نمی رسد. خب تا 3 بار هم میتونی یعنی جواب بدین، بیشتر از 3 بار اشتباه باشه. بچه ها شما هم تو خونه جواب بدین. رام چه چیزی میآید ولی هرگز نمیرسد؟ آره. خب حالا من چند تا سوال ازت دارم. بفهمید. جزء دسته اشیاءه؟ جزء دسته نرم تنانه. نه اشیا نیست. نه اولیش رفت، دو تا دیگه داره. بابا اولیش رفت نگو، درست جوابمو بده. بگو جزء اشیا نیست اما جزء چیه؟ خب دارم میگم نیست. اما جزء چیه؟ بیان جزء چیه که دیگه سوال دوم. سوال دوم. جزء چه دسته ای؟ سوال خوبی پرسیدی. ببین میتونم بگم دسته شو بگم؟ آره بفهمم تو کدوم سمته. جزء دسته های مثلا چیزه بگو. تو طول های روز هفته استفاده میکنی؟ استفاده میکنی؟ آره. آه مثلا یه کلمه ایناست؟ کلمه ایناست آره. یا مثلا نه یه چیز وسیله چیزیه؟ نه وسیله نیست، وسیله نیست. کلمه طوره. آره. یه کلمه آره. یه حالت فعلیه که ما فعله. به صورت مفعول استفادهش میکنم. فعله که به صورت مفعول بله، استفاده میشه. بله 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 100%. چه چیزی همیشه میگه ولی هرگز نمیرسد؟ من خیلی به کار میبرم. همه انسانهای جهان به کارش میبرم. خیلی عوضی تو. برای چی؟ خیلی براه نمایی کرد، سخت کرد. اصلا دارم میگم تو طول تو هفته ها استفاده میشه. اصلا تو فکر کن تو هفته ها استفاده میشه. تو هفته ها یا تو روز؟ تو روز استفاده میشه. یعنی تو ببین تو فعلایی که تو طی روزه ها استفاده میشه. همیشه استفاده میکنه. آره همیشه هم استفاده میکنه. من دارم میام. نه. نزدیک بودم. نه اصلا. آشکار. بابا علی اولین سوال تو رو خدا نظر اولین سوال رو ببازم، ازت خواهش میکنم. خب باشه یه کمک دیگه هم بکنم. اولین سوال رو ببازم میگه تا تهش هایی باید ترشی آشکار رو بخورم. خب یه کمک ریز میکنم. آه خب دیروز نیست فردا. جواب درست فردا.
فردا. فردا. جواب درست فرداش. فردا. حتی شما چی بود؟ فکر میکردین چیه؟ بعد آقا اگه تو اون تیکه که دارم من کمک میکنم پاک کن، من خودم فهمیدم. غلط کرد اینو یاد. بریم برای سوال. من سعی کنم مثلا راجع به سوال یه بار دیگه بخونم. چه چیزی همیشه میاد ولی هرگز نمیرسه؟ خب فردا که میاد دیگه. ولی هرگز نمیرسه. یعنی چی؟ میاد ولی نمیرسه. فردا، الان فردا. خب فردا میشه دیگه فرداش. خب میاد ولی نمیرسه که. آقا چی دارم میگم؟ میاد ولی نمیرسه دیگه. من سوال خیلی گنگ و سخت بود. الکی سخت. سوال دو. ببین این سوال جوابش تو سوالشه. نه بابا. اولی هینت تو دادم. دو تا دیگه میمونه. نه دیگه اینو خودت گفتی. جزء هینتام نیست. می‌خواستی نگی به من چه؟ اگر هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط کند. وایس اگر هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط کند. آمریکا و کانادا. بله. خب بازماندگان رو کجا دفن می‌کنن؟ بازماندگان کجا؟ در مرزشون دیگه، مرز بینشون. نه ببین داره میگه اگر هواپیما در مرز بین آمریکا و کانادا سقوط کند بازماندگان رو کجا دفن میکنن؟ اسکل آخه بازماندگان، بازماندگان هم زنده، چرا باید دفنشون کنن؟ یس آقا من بدون هیچ هینتی اینو جواب دادم. تو الان دو امتیاز مثبت مارا جان دریافت میکنه. بازماندگان تا اینجا میتونیم بگیم مارال 20% از مغزش رو استفاده میکنه. فعلا 20% از مغز رو کار میکنه. حالا من حداقل 60-70% درصدشو گذاشتم. 60-70% اوه انقدر سوال داریم که نشون دهنده اینه که ببین تو 10% مغزت هم استفاده نمی‌کنی. من تا الان 2% هم وقت نذاشتم، یعنی 2% هم کار ننداختم مغزمو در جواب دادم. آره بابا منم یه جوش مجلسی زدم اینجا واسهتون عشق کنید. چون یه جای دعوت بودیم اینو زد. نه خیر، نوشم بخور. بخور. بریم سوال بعد. اگر در یک کاسه 6 سیب وجود داشته باشد. وایسا، 6 سیب، خب؟ اگر در یک کاسه 6 سیب وجود داشته باشد و 4 سیب آن را برداریم، خوب. چند عدد سیب داریم؟ 4 تا. ها؟ درست کن. خیلی واضح بود. چرا؟ میگه اگه 4 تا سیب برداری، چند تا سیب داری؟ خب 4 تا برداشتی دیگه. درست جواب دادی. به نظرم خیلی سوال ساده بود. من گفتم الان چه سوالایی میخوای ازم بپرسی؟ احساس میکنم اون هینتی که دادم اشتباه بود، نباید میدادم. چرا؟ چرا ربطی به هینت الان این سوال داره؟ این سوالت خیلی واضحه. تو داری میگی 6 تا سیب داریم، 4 تاشو برمیداریم، چند تا داریم؟ خب 4 تا داریم دیگه، 4 تاشو برداشتم. احساس میکنم ما رو خیلی باهوشتر از این حرفاست. احساس میکنم خیلی خنگ باشه. اگر قطار برقی با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت به سمت شمال حرکت کند و باد با سرعت 16 کیلومتر بر ساعت بوزد، دود به کدام سمت مایل است؟ بچه شما هم جواب بدین حتما. وایسا اگه قطار برقی با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت به سمت شمال حرکت کند، به سمت شمال، و باد با سرعت 16 کیلومتر بر ساعت بوزد، دود به کدام سمت مایل می شود؟ دود به سمتی که باد میره حرکت میکنه. خب دیگه خب شد گفتی نمیدونستم دود به سمت باد میره. خب باد میره دیگه، به سمت باد حرکت میکنه. اشتباه بود. دو تا دیگه میتونید. یعنی چی اشتباه بود؟ اشتباه بود جواب دیگه. الان اشتباه گفتم که به سمت باد حرکت کنه. آره. دو تا دیگه میتونید. دو تا دیگه جواب بدید. بعد شمال و اینا بگم؟ من نمیدونم. خب هینت بده، دارم ازت هینت میگیرم. جوابش چجوریه؟ این هینت نداره. این چون خیلی راحته هینت نداره. بابا داره میگه قطار برقی با سرعت فلان قد به شمال حرکت میکنه. باد به کدوم حرکت میکنه؟ ببین حواست باشه. الان میخوای جواب بدی جزء جواب میشه، غلط میشه، حساب میشه، میره. الان قطار برقی وقتی به شمال حرکت میکنه دیگه نمیگی باد به کدوم سمت حرکت میکنه. جواب شماله؟ نه. نه. بپرس هینت بدونه بدونه. اوکی. یه دونه بد میدم، یه دونه بد. یه دونه چیه بابا؟ سه تا هینت دارم. چون این خیلی راحته، اینقدر راحته پشمات میریزه. ربطی به قطار داره؟ آره آره آره. یه هینت دیگه دارم. یه هینت دیگه گفتم یه دونه هینت بد. برو سه تا هینت دارم کلا. یه گفتم یه دونه. نمیشه بس یه سوال میگه یه دونه نمیشه.
میشه. خب یه دونه فقط بپرس. یه دونه فقط. وقتی قطار به این ور میره، خب بادم این ور میره دیگه. ما رو قطار به این ور بره، بادم به این ور میره. باد اینجوری میره دیگه. قطار اینوری میره. بادم این ور میخوره. 100% وقتی قطار اینوری میره، باد اینجوری برمیگرده. باد از اون ور برمیگرده دیگه. اسمشو بگم درسته دیگه. اسمشو بگی؟ اسمشو بگم درسته دیگه. کدوم ور میاد؟ ها؟ نه. نه خب چرا پس درستی؟ بابا این خودش از دم میخواد یه کاری کنه من بخورم اینو. نه به خدا. به سمت جنوب میره؟ هشت بارو. به سمت جنوب میره؟ نه. جواب چیه؟ جواب بگم؟ آره. قطار برقی دود نداره اصلا. علی یه دقیقه صبر کن. جناب عالی سوال تو اشتباه پرسیدی. سوال کاملا درسته و همین سوال هم است. کدوم میخوری؟ سوال تو میگم اشتباه پرسیدی. من اصلا نمیشه اینجوری. ببین چون من یه دقیقه سوالو ببینم. نه 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 نمیشه. سوال تو سوال همینه. سوال درسته هم. آقا کمپوت هشپا. اینو نگاه کنی. اینو نگاه کنی. وای یاری من واقعا اینم بابا چیکار می‌کنم؟ کمبود اشبا. اشبا واسه آخرین مجازاتته. اینو من میارم پایین. حالا چرا درش اونه که بیاریش پایین؟ فقط می‌خواستم بچه‌ها ببینن. داخلش صدف میگو مخلفات دیگه داره که نمیدونم چیه. واسه این نمیدونم چیه. همین رو بخورم. خامه. خوشمزه است. بذار سس تونم بیارم ها. نه. بکنم خوشمزه باشه نه؟ مزه میگو میده دیگه. نه خام که نیست، پخته است. خامه بابا این من دارم میخورم. هشبوه رو آخه پختن، آشه معلومه پختن. مزه چیز میده؟ تخمه سرخ شده. جدی میگی؟ پس خوشمزه است. بد میگی. خدا رو شکر، خدا رو شکر خیلی هم بد نبوده. ولی چندشه؟ خودت رو آماده کن برای سوال های از عمد الکی من اشتباه جواب بده. از عمد نمی کنم این کارو به خدا. خب سوالتو ولی خودت دیگه میدونی اشتباه پرسیدی از عمد. این چون خیلی راحت بود. نخرم نگفتی دود قطار. حواست نبود. قطار برقی اصلا دود نداره. ماشین برقی دود داره. بابا جان تو نگفتی دود قطار، گفتی دود. من گفتم شما اصلا یه آتیشی بغل خیابون روشن کرد قطار رد شد، اصلا نگفتی دود قطار. برخی از ماها 31 روز دارند، برخی دیگر 30 روز، اما چند روز ماه 28 روز دارد؟ برخی از ماها ببین 31 روز دارد. برخی از ماها 31 روز دارند، برخی دیگر 30 روز، اما چند ماه 28 روز دارد؟ ما چند ماه 28 روز داریم در سال؟ یه ماه. کدوم ماه؟ یکی اول اسمشو بگم. آره. واقعا؟ نه نه کدوم. خب واقعا نمیدونم. یه ماهی هست که فکر کنم اردیبهشت یا قبل عید بود یا بعد عید بود، نمیدونم دقیقاً. یا نمیدونم یه ماهی اشتباه بود. قشنگ سوال رو بکنم، قشنگ میخونم. برخی ماها 31 روز دارن، برخی ماها 30 روز دارن و برخی ماها 28 روز دارن در سال. در سال 12 ماه سال 28 روز داره. اینقدر سال آسمون اصلا پرام ریخته. آره مشخص بود جواب قبلی. حالا یه اشتباه گفتم اونم مغزم یه دیگه رفت سریع اونم جواب دادم. ببین آخه من ببین. از تو این سوالا رو میپرسیدم، چون میتونستی خودت جواب بدی. آره همه من همه رو جواب دادم. همه رو جواب دادم. ببین صدا گوش بده، گوش بده. مغلطه نم جواب دادم. پرات ریخت. اینو تاکید کرد. پرات ریخت انقدر سریع جواب داد. اینو تاکیدی بهت گفتم متوجه شد. همه رو داری با تاکید میگی. نمیگی باهوشه، ذهنش خیلی قویه، میگه تاکید کردم. در مزرعه عمو‌بی طوفان وحشتناکی شد. طوفان وحشتناکی شد و به جز 7 گوسفند همه کشته شدن. و به جز 7 گوسفند همه کشته شدن. خب چند گوسفند زنده هستن؟ به جز 7 همه مردن؟ خب 7 زنده هستن. نه داره از 50% مغزش استفاده رو میکنه. خیلی ساده است. نه تو نخ سوالا رو گرفتی عزیزم، و یعنی که بابا آخه تا صبح هم میشستی جواب پیدا نمیگردی. خیلی آخه خیلی واضحه داری میگی به جز 7 تا بوز همشون مردن. چند تا سن بس اون 7 دیگه. آفرین. نه یه ذره حواس جمع داره میشه مثل این که یه ذره چه میگی؟ بایستان یخه. چه چیزی بالا و پایین میرود اما همیشه در همون مکان باقی میماند؟ ها چه چیزی بالا و پایین می رود اما همیشه در همون مکان باقی می ماند؟ چه چیزی بالا و پایین می رود اما در همون مکان ثابت می ماند؟ پا.
نه دو تا دیگه میتونی جواب بدی. خب هیتس بده جزء چیه؟ مثلا جزء اشیاءه. آره. اشیاءه؟ آره. یا بدن انسانه؟ اشیاءه. اشیاءه. بالا و پایین میره. اما سرجش ثابته؟ یس. سوالو دقت کن. ساعته؟ نه یه دونه دیگه میتونی جواب بدی. میشه بگی نزدیک چیه؟ تو خونمون داریمش اینا؟ نه تو خونه نداریم. تو خونه نداریم ولی بیرون خونه داریم. خیلی داریم. آره. خیلی زیاد هر روز میبینم. آره. بالا و پایین میشه اینجوری اینجوری هم باشه؟ نه دیگه نمیتونی بپرسی، فقط باید جواب بدی. بالا و پایین میرن اما سر جایش ثابت میمانن. بله. ببین خیلی چیزا تو ذهنمه، خب من فکر میکنم کدومو بگم. خیلی چیزا بالا و پایین میرن اما سر جاشه. ببین سوالش انحرافیه خیلی. میدونم جوابش چیز خیلی ساده ایه و خیلی چیزا بالا و پایین میره ولی ثابته. خیلی ساده، اصلا خیلی ساده جوابش. مثلا الان خورشید تو ذهنمه، چرا قرمز تو ذهنمه؟ میخوای بگو تا صبح بگو همینجا واسه خود بگو. درست برده بگی بودم ایش کدوم نبودن. نه بایستا جوابم رو بدم. بده جوابتو بلو. همیشه من میبینم، همیشه تو همینجا پایین خونه من میبینم. آره ببین آخرین هینتی که بهت میدم. آره آره یه چی بگو جواب بدم تو. از در میای بیرون میبینی، از در خونه میای بیرون میبینیش. آسانسور دیگه برده حسابی. چیه خب؟ بالا پایین چیه؟ حالا حدث چیه؟ خب همینو گفتم، از این در میرم بیرون میبینمش. بچه ها شما حدثتون چیه؟ بالا پایین پاهامه؟ خیلی نزدیک به اونه، پاد بیشتر استفادهش میکنه. بابا چی جوا؟ آسانسور نبود چیکار میکردی؟ با پله. پله که بالا پایین نمیره مرده حسابی. داره میگه چیزیه که بالا پایین میره ولی ثابته. پله. گفتم جوابشو. گفتشو بابا. چی میخوایی بدی الان؟ صدف. نه ببین صدف های خیلی علیف تظاهر. میخوایی برم سوستون بیارم بریزوش که نوش بزنی خیلی بهت میچسبه. به نظر من گزینه کاملا مناسبیه. این صدف خامه علی، صدف خام خیلی بدمزه. نه به قرآن بابا، این مطمئنم خام نیست، حداقل نیمه پخته است چون معلومه پخته است، این سفید گوشت. برم سس بیارم. نه خودت نمیخوای دیگه، به من چی همه رو بذار دهنت یهو بخور. من احساس میکنم خوشمزه است، احساس میکنم به جای مجازات باید چیز دیگه ای میذاشتم. قرد بده قرد بده قرد بده قرد بده قرد بده قرد بده. چقدر صدف خام بدمزه است. الان میفهمم چرا صدف های ترکیه رو توشو با میکنن برنج میذارن. چطوری بود مزهش؟ مزه کف دریا میداد، مزه جلبک میده قشنگ. یه چیز سبزی توش بود میخورده مزه. این چه دیگه تست میکنم. ببین دو سال آخر شدیدن سخته شاید. و انتظارشو میکشی که این هشبا شما رو دو سال آخر سخت نکن. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ سه تاش کن یکیشو سخت کن. شما اینو گوش بده فعلا. مردی در طبقه صدام آپارتمان زندگی میکند. مردی در طبقه صدام آپارتمان زندگی میکند. طبقه صدام آپارتمان. در روزهای بارانی او تمام راه را سوار آسانسور میشود، اما در روزهای آفتابی او تا طبقه پنجاهم سوار آسانسور می شود و باقی راه را با پله می رود. چرا؟ سوالش جوابش آسونه؟ اصلا پشمات می گیرید جوابش رو بدید. چرا؟ خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببین خیلی عجیبه. جوابش سخته یا آسونه؟ میتونم بگم هم سخته هم آسونه. طبقه صدام آپارتمان زندگی می کنه، کل راهشو ببین طبقه صدام زندگی می کنه، روزایی که بارونیه تا آخر میره، روزایی که آفتابیه تا طبقه پنجا میره، ما بقیه با پله میره. چرا؟ دلیلش چیه این کارش؟ نظر شما چیه تا اینجای کار؟ شما حدس میزنید چه؟ جون علی ها، جون علی گفتم. حدس درست بنویسید، ندارین جلو جواب ببینید. اولین هینتی که ازت میخوام، آسانسورش مشکلی چیزی داره یا نه؟ نه همینجوری عشقی؟ نه آسانسورش مشکل نداره. خودش مثلا میخواد از پنجا به بعد با پله. خودش مشکل داره. خودش مشکل داره. آسانسور کاملا درست. خب یه بیماری چیزی داره؟ نه نه اصلا. تا پنجا میره. از پنجا برشو پیادی کامچه رو خیلی کار میکنه. احمق دیوان است. سوالیه که در عین سختی راحتی اصلا پشمات میرسن. یعنی من خودم هم میشستم جای تو بودم الان عمرن نمیتونستم حدس بزنم. خب یه هینت بدی خودت. یه هینتی بدم که متوجه نشی. اسکار یه هینت بدی که متوجه بشم دیگه. آسانسور خیلی دکمه داره. ما یه هینتی کوچیکی بهت دادم.
چه ربطی داشت؟ خیلی ربط داره. دستش اصلا نمیرسه. دستش نمیرسه؟ چجور روز بارونی میرسه؟ حالا اینو باید به جواب بده، دوتا جواب داره. اونو درست گفتی، حالا چرا روز بارونی دستش میرسه؟ چون آب میاد توی آسانسور. نه میشه. نه با چترش میزنه. سوال بعدی، این سوال جالبیه. بفرمایید. در یک خانه سه اتاق مهم وجود دارد. اولی پر از پوله. دومی با ملاقات مهم پر شده. مقالات مهم، خاک بر سر. اتاق سومی پر از جواهره. یک روز تمام این اتاقا در آتش سوخت. پلیس ها ابتدا آتش کدام اتاق رو خاموش کردن؟ پلیس مگه آتش خاموش میکنه علی؟ تموم شد. آتش نشانه که آتش خاموش میکنه. تموم شد. آفرین. 70% از مغز شما رو داره. قبول داری من چقدر از تو زرنگ ترم؟ قبول داری کلا من چقدر مغزم خوب کار میکنه؟ بذار نپذیرم لطفا. نپذیری؟ بذار نپذیرم عزیزم. حالا الان که نمیخوای پذیری، ولی کلا قبول داری که چقدر من باهوشم. میریم سوال آخر. اگر عدد 30 را به نصف عدد تقسیم کنیم، 10 را به آن اضافه کنیم، چه چیزی به دست میآید؟ به نصف عدد یعنی نصف کنیم 30 رو دیگه. نمیشه اگر عدد 30 را به نصف عدد تقسیم کنیم. اگر عدد 30 را به نصف عدد تقسیم کنیم. خیلی سخته. فهمیدم، خیلی هم آسونه. اگه عدد 30 رو به نصف عدد تقسیم کنیم. یعنی 30 رو تقسیم بر 30 کنیم. خب جواب تو جواب آخر. خب بگو ادامه‌شو. و 10 تا بهش اضافه کنیم به چه عددی میرسیم؟ 11. 10 تا هم بهش اضافه کنیم میشه 11. خانم مهندس 30 تقسیم، اصلا 30 هم تقسیم کنیم اصلا. جواب بده، من نمیدونم آخه کدوم پدر سگی کامپیوتر 8 پا میخره. میشه 12. خیلی سخته. عددش اعشاری اینا؟ نه اعشاری نیست. نه اصلا عدد اعشاری نیست. میگه اگه عدد آخه راحت ها، ولی اون گیرشو پیدا کنی خیلی راحته. نه کن، میگه اگه عدد 30 رو به نصف عدد تقسیم کنی. مگه این را نوشته؟ آره. نصف عدد دیگه. آره. عدد چیه؟ عدد 30. یعنی همون 30 مساویست با عدده. یه هینت میدم، جدا. چی؟ این چیزی که میگه جدا هست. یه ربطی به 30 نداره. آها. سوال آخره دیگه، خیلی سخته. نه من اونو جواب میدم الان. عدد 30 رو به نصف عدد تقسیم کنیم میشه 30 عدد، درسته؟ 30 عدد. 40 عدد؟ نه بیا بخور قال قضیه رو بکن. بابا نمیخوام جواب بدم. بیا قال قضیه رو بکن. سوال آخر. من میدونی مشکلم چیه؟ من مشکلم اینه که نمیتونم نصف عدد رو چجوری با 30 جمعش کنم. 25 عدد چی بود میشه بگی؟ بگم؟ نه یه هینت دیگه بهم میکنی لطفا، خواهش میکنم. آخه خیلی سخته، اصلا هینت نداره واقعا. بهم بگو یه هینت دیگه بکن. آخه هینتی کردم به. میدونم این جدا. هینتره خیلی هینت، اصلا یه هینتی هم بهت کردم که جواب گرفتی در واقع بهت گفتم. و تو به تمسخر گرفتی من. به تمسخر گرفتم هست؟ تمسخر نگرفتم، دارم میگم علی نصف یعنی یک دوم. حالا من درستشو بهت گفتم، حالا تو باز نمیخوای قبول کنی به من جواب بدی. یعنی چی درستشو بهت گفتم؟ درسته نصفو بهم گفتی؟ آره. نیم میشه؟ بخور. نمیخورم. خب نیمه میشه یک دوم، چه فرقی داره؟ جوابش میگم بعد خانوم میگه نه. این بخش جوابشه، بخش از جوابشه. به چه عددی میرسیم حالا؟ عدد نیمه درسته؟ خب اگه عدد نیم باشه 500 باشه. خب بابا وقت خودمو بچه ها رو نگیر، بیا بخور بره دیگه. نیم به اضافه 10 دهونی. آره بیا. چیه جواب بگو هم بجاره؟ اتیکه 70 میشه. ها؟ 70. 30 تقسیم بر نیم میشه 60. این سوال کلا آقا جان نصف مثلا میگن آقا سوال. این یه دقیقه وایسا، این نصف درسته؟ خاک بر سر من میدونی چیکار کردم؟ من بعد اینو اینجوری حساب میکردم، نا کن اینو باید اینجوری حساب میکردم. بعد من دارم بهت میگم زده نصف عدد میشه نیم. بیا شارژ دور نورمون هم تموم شد دیگه. نه کن، نه من اینجوری حساب کردم. من برای سرش مینوشتم 30 1 تقسیم بر 1 دوم که میشه 30 تقسیم نه 1 30 نه
کلا قاطی کردم. این به نظر من با دست نگیری خیلی بهتره، با قاشق چنگال بخور. امیدوارم که خوش طعم باشه، اذیت نشی. خوبه بعدی واقعا؟ نه این ذره لاستیکه. خیلی خوبه، کمپوت مناسبیه، ولی دیگه بیشتر از این نمیخوام. نه همون که خوردی خودش جای تعجب داره. من اگر همون 30 رو درست تو ماشین حساب تقسیم بر نیم میکردم جواب در میومد. بچه ها شرمنده، من یه اشتباهی تو حساب کتاب شوندم. من اشتباهی کردم، من خیلی وقت یادم رفته. خب نوشتم 30 تقسیم بر 2، خب نصفش کردم شد 15، بعد به علاوه 10 میکردم این میشد 25. من اینجوری حساب میکردم. اشکال نداره از اون. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بود. اگه این مدل ویدیو رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب بیاید. چه طور مدل فراموش نشه. بگو چقدر باهوشم. یه میتونم بگم تا الان از 80% مورد استفاده کامل آوردی. مورال 80% من از استفاده کردم. واقعا این جای تعجب خیلی خیلی زیادی داره. مرسی که هستید. مرسی نگاه گرمتان. خدا باش به کلتون. خدافظ. اگه از این ویدیو خوشتون اومد بگید پارت بعدیشو من از علی بپرسم ببینیم علی زرنگ‌تره یا من. بای بای.